ارگن فقط نیم سال است که در دانشگاه می خواند. با آغاز پاندمی پدرش به التهاب سخت شش گرفتار شد. همه اعضای آیله برای معالجه پول جمع می کردند و تحصیل ارگن مسئله دوم درجه شد. پول تحصیلش $360 در یک سال است. همین نیم سال کار کردم. پیش خدمت و برمن بودم. مشکل بود. به دانشگاه می فهمونم که احوال ما خوب نیست. در پرداخت پول مشکلی می کشیم. می خواستم اندکی ارزان کنند یا حکومت کمک رساند. مثل ارگن در قرقیزستان هزاران نفر هستند که کرونا ویروس یک عزیزشان را برد یا به پول ماندند. از بس که به گفته آنها رهبریتی دانشگاه ها هیچ گذشته به آنها نکردند، یک جایه شده در شبکه های اجتماعی گروه ساختند و 5000 نفر را جمع آوردند. نشان هم دادند که در چه شرایط زندگی می کنند. بوی بده می دهد، از سقف آب می چکد، بخاری ها کار نمی کنند. نه، کار می کنند، این پیشرفت است. اوی، работает، ничего себе. دانشجویان می خواهند که حق تحصیل دو برابر کم شود و با این طلب تا نزدی وزیر معارف و رئیس جمهور رفتنی هستند. صادر جباروف، الماسبک بیشینالیویچ، خواهش میکنیم مسئله ما را حل کنید. آخر ما آینده کشور هستیم. صدای دانشجویان را در وزارت معارف هم شنیدند، ولی گفتند حکومت هم چیزی برای کمک ندارد. باید وضعی ماه ایول سال 2020 را از یاد نبریم که در آن وقت درآمد دانشگاه ها کم شد و برای پرداخت مزد کار معلمان پول نیافتند. پول هم برای فراهم کردن تحصیل آنلاینی نرسید. باید گفت که مشکلات مالی میتواند سبب پست رفتن سطح تحصیل در دانشگاه ها شود. کنشبک سینظرف، کارشناس ساحه معارف، میگوید که وزارت موقعی نادرست پیش گرفته است و باید سعی کند که دانشجویان و دانشگاه ها با هم زبان یابند. این طلبی قانونی و برحق است. من از آن استقبال میکنم، چون ما در جامعه دموکراتی زندگی میکنیم و شفافیت و پاسخگویی باید برای همه باشد. دانشجویان میخواهند دانند که پول دادند، حالا نتیجه چی شد؟ и соответственно и студенты хотят узнать. بعدی هیاهو در شبکه‌های اجتماعی درباره پایین بردن حق تحصیل و بسیاری از اعضای گروه در شبکه‌های اجتماعی تهدید کردند که از دانشگاه اخراج می‌شوند. دانشجویان گفتند که عقب نشینی نمی‌کنند، شکایت می‌نویسند، به دادگاه می‌روند و اگر نشود اعتراض می‌کنند.